بالا رفتن قیمت نفت انضباط مالی دولت را از بین می برد. ایران وارد مسابقه واردات می شود و به عنوان کشوری مبدع مورد توجه کمپانی های بزرگ و کوچک قرار می گیرد. دولت نمی داند چگونه پولهایش را خرج کند. کشورهای آفریقایی و آسیایی به دنبال وام در دربار ایران صف می کشند. تجربه تاریخی برای ایران از آغاز قرارداد دارسی و از اولین روز استخراج نفت در سال 1908 در ماه می 1908 در چاهی شماره 1 مسجد سلیمان برام چاهی نفتون نشون داده که هر وقت درآمدهای نفتی ایران بالا رفته و برنامه ریزی برای این هزینه کردن نباشه، پولدار شدن آغاز مصیبت ایران بوده و خبر خوشی برای ایران نبوده. وقتی ایران کم پول بوده، کم پول هست، میتونه برنامه‌ریزی بکنه و کمربنده رو صفر ببنده و با حساب کتاب خرج میکنه. ولی آدم وقتی که به پول میرسه و به حساب کتاب خرج میکنه، میتونه زودتر از آدم فقیر بدبخت بشه. تماشاگران عزیز، آقای هویدان خسروزیر از پاویون دولت بیرون اومدند و تا چند لحظه دیگر سوار بر هواپیما خواهند شد و عازم پاریس میگردند. بنده میرم که در زوریک شرفیاب بشم. پیشگاه مبارک شانشار یا مهر دستوراتی رو ابلاغ خواهم فرمود و فوراً به سنگال میرم. خودمون در سنگال چه مذاکراتی با مقامات این کشور خواهیم داشت؟ والله در مراجعت از من سوال کنید بهتون خواهم گفت حتما. هنوز نمیدونم. متشکرم. روزگاری بود ما احتیاج به کمک داشتیم، ولی هر کمکی که به ما کردن زیر اون کمک یک تبصره‌ای نوشتن. این کارو میکنی، این کارو نمیکنی، این کارو میکنی، این کارو نمیکنی. ما به دنیا کمک میکنیم، افتخارم میکنیم کمک میکنیم، ولی تبصره‌ای نمیذاریم. همین جاست که فرمان اقتصاد از دست تکنوکرات هایی که در دهه 40 موفق عمل کرده بودند خارج میشود و آنها از دولت کنار میروند. شاه این کاری کرد، دوچار این اشتباه شد، فکر کرد موفقیت های دهه چل کار اون بوده، در حالی که کار گروه دیگری بوده. به اونها شروع کرد تاختن، از کار اونها رو برکنار کردن. در کشور این اتفاق افتاد، درآمد نفت رفت بالا. شاه دنبال اینه که توسعه پیدا بکنه، ولی نمیدونه چطور. بزرگانی هم که در دهه چل حضور داشتن و اینها جلوی در حقیقت دخل و خرج داشتن، برنامه ریزی میکردن. با این برنامه ریزی اقتصادی بود که نرخ‌های رشد بالا و تورم پایین بود. بنابراین یه مقابله به وجود میاد بین قشر دانای اقتصادی و مسئولین اجرایی. این اتفاق افتاد که آقای صفی اصفی از سازمان برنامه گوجه اومد بیرون، آقای مهدی سمی اومد بیرون و کم کم اون افرادی که دهه 40 داشتن شکل داده بودن از صحنه کارزار خارج شدن، تضعیف شدن، سازمان های مربوطه تضعیف شد. مرحوم دکتر آگاه تعریف کرد، میگه ما رفتیم از طرف سازمان برنامه پیش شاه با لباس کاملا رسمی و بودجه سال 55 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به شاه دادیم و شاه هم نگاه کرد و توضیح کامل دادیم و
پذیرفت و خیلی هم تشکر کرد و با ما اومده بیرون. گفت نصف شب به من زنگ زدن و گفتن که فردا علازات شما رو احضار کردن. گفتم خیلی ترسیدم، گفتم که لابد چیزی پیدا کردن، یه خطایی مرتکب شدیم ما که متوجه نبودیم و حالا ما میخوان عقوبتمون کنن یا توبیخ میکنن. خب ما صبح رفتیم با همه مسئولین اقتصادی و برنامه‌ریزی پیش شاه و شاه گفتش که این بودجه‌ای که شما آوردید بسیار بودجه خوبیه و منطقیه در شرایط عادی، ولی ما شرایط عادی نیستیم، ما در یک تحول داریم میخوام پیش ببریم و نمیخوایم به اصطلاح با این حالت سرعت کند و با برنامه‌ریزی و خیلی با دقت و با ملاحظه کاری پیش بریم. تمام این دقت کردن نیست که میگم، تمام اون ارقامی که در بودجه هست ضرب در دو کنید. بله خیلی عجیبه، یعنی ببینید بودجه بر اساس یک بارمبندی و رتبه و یک گریدی کم و زیاد میشه ارقامش، یعنی قرار نیست که مثلا یه نفر که حقوقش مثلا 100000 تومان میشه 200000 تومان، وقتی حقوق اون 1000 تومان میشه 2000 تومان، 100000 تومان میشه 120000 تومان، نه 200000 تومان. مثلا میگم وقتی یک بودجه یک دفعه یه شب ضرب در دو میشه، این آغاز یک بحران و آغاز یک تلاطمه. آقای آگاه گفت من پشتم لرزید و گفتم این مملکت دیگه کارش تمومه، این حکومت دیگه نمیتونه این با این بودجه کار مانده، آغاز یک پایانه. بسیاری از قشرهای تحصیل کرده جامعه ما که در نهادهای مختلف دولتی کار میکردن و تصورشون این بود که با یک کار کارشناسی و مدیریتی میتوانند برنامه‌ریزی کنند مثلا بر توسعه کشور از جمله در سازمان برنامه بودجه، در اون بزنگوهایی که شاه آخرین برنامه‌های کارشناسی شده رو بررسی می‌کرد با یک تبختری در حالی که انگشت در به اصطلاح این چیز کدش قرار می‌داد با تبختر می‌گفت این درست نیست اینو عمل بکنید. خب این خیلی اثر نامطلوب در یک قشر وسیعی از کارشناسان سازمان برنامه ما می‌ذاشت که در حال این جمع وسیعی که در حال کار کارشناسی کردن یه برنامه‌ای برای توسعه کشور تدارک کردن، شاه فقط با ذهنیت خودش میخواد اون رو وتو بکنه و اون چی خودش فکر میکنه جایگزین کنه. مسابقه واردات در کشور راه میافتد. از تسلیحات نظامی تا کالای مصرفی، ایران بهشت غرب شده است. سال 73 سال آغاز ریزش و هجوم واردات به ایران. شاه شروع کرد واردات کردن. واردات انجام شد، میومد توی پشت گمرکات. سیستم ترخیص نداشتیم، تخلیه نداشتیم، نگهداری نداشتیم. کشتی‌هایی که در بندرگاه می‌موندند و بیش از چند برابر بیشتر از نرخ اون کالا حق توقف می‌گرفتند. جریمه‌های زیادی بابت دمورج پرداخت میشه در طول این مدت. کامیون هایی که وجود نداشت و مجبور بودن از انگلیس راننده و کامیون استخدام کنن که مفصل راجبش گزارش هست و برخی از این اینا اصلا نمیتونن کار کنن چون زیر ساخته جاده ای برای تردد اینا وجود داشت. جاده نداریم، تا میایم جاده ایجاد بکنیم وسیله حمل و نقل نداریم، تا ناوگان حمل و نقل ایجاد میکنیم راننده. بعد خیلی خوب همینا ایجاد شدن، اینا کجا میخوان بشینن؟ این ماشینالات هم شد رفت نشست، یکی بعد اینا رو بهره‌برداری بکنه، مدیر می‌خوایم. و اساساً کالاها فاسد می‌شدن بعضی در چیز و بیش از مثلا یک چیزی که وارد می‌شد مثلا به قیمت 100 تومان 200 تومان 300 تومان هزینه بابتش شد، بعدم از بین میرفت، فاسد می‌شد. و این کار یه دفعه دوباره دو دفعه یک روز دو روز نبود، یک روند شد. شروع کرد پول خرج کردن زیاد. این پول خرج کردنی که البته برای یکی دو سال اول به رشد رو آمد جلو، ولی کم کم تراز به نفع تورم مثبت شد. یعنی مثبت یعنی تورم رفت بالا، رشد اقتصادی اومد پایین. دولت عبیدا خب در این مورد به هر حال کاملا مقصر بود، یعنی به هر حال تابع منویات شاه و درباریان بود. واقعیت اینه که فساد درباریان تو اون موقع تو هم که تو اسناد خارجی انگلیسی و آمریکایی هست به شدت زیاد بود، به خصوص از ناحیه خانواده سلطنتی، بعضی از اعضای خانواده سلطنتی.
شاه بیش از هر چیز دلبسته ارتش و تسلیحات نظامی است. حضور نظامی ایران از یمن جنوبی تا ویتنام و شاخ آفریقا گسترش می‌یابد. در همین زمان بعد از بیرون رفتن بریتانیا از خلیج فارس، شاه تبدیل به ژاندارم منطقه می‌شود. ارتش ایران در جنگ ویتنام حضوری محرمانه دارد. جدا از هواپیماهای نیروی هوایی ایران در آسمان ویتنام، برخی از نظامیان ارتش فارغ از کمک‌های لوجستیکی بر علیه چریک‌های ویتکونگ نیز دست به عملیات نظامی می‌زنند. مسئله‌ای که دولت هویدا طبق قانون باید لایحه آن را تقدیم مجلس می‌کرد، مسئله‌ای که رخ نداد. افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز می‌گردن. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند و الان هم یه عده‌ای از افسران هستند که در اینجا باقی می‌مونند و بنده می‌خواستم مخصوصا در از موقعیت استفاده بکنم و به تمام خانواده افسران، اولا از تمام خانواده افسران، افسرانی که باز می‌کردن تشکر بکنم و از خانواده به خانواده افسرانی که باقی هستند در اینجا اطمینان بدم که هیچ گونه خطر و هیچ گونه نگرانی برای افسرانی که هستند نیست و خود بنده و تیم سارسودیفی معاون هیئت نمایندگی ایران هم در اینجا موندگار هستیم و بنابراین با وجود اینکه اخباری رو ما میشنویم در روزنامه ها باید اطمینان داشته باشند که هیچ گونه خطری برای افسران ما اصلا در اینجا نیست. وقتی انگلیسی ها از خلیج فارس رفتند، میراثی از اختلاف به جای گذاشتند. بحرین با اینکه توسط استعمار پیر در عصر قاجاری اشغال شده بود، با قبول دولت هویدا در جلسه مشورتی بدون انتخابات تحت نظارت نهادهای بین المللی از ایران اعلام استقلال کرد. بسیاری نسبت به این مسئله اعتراض و انتقاد کردند. کار به جایی رسید که او توسط گروهی از نمایندگان مجلس استیضاح شد. در آن اعلامیه تصریح شده است که استعمار انگلیس به زور و تجویز، به خاطرتون هست نمایندگان محترم، به زور و تجویز بحرین را از مادر میهن جدا نموده است. درسته که هرگز چنین اقدامات و نتایج حاصل از آن که معارض با حاکمیت و مالکیت ایران نسبت به بحرین باشد نمیتواند چه از نظر اصل حاکمیت می و مقررات اساسی داخل و چه از نظر مقررات و سنت‌های بین‌المللی نافذ و مورد قبول ملت ایران و در نتیجه نمی‌توانند مورد قبول مردم بحرین باشند. دولت را به علت این سهل‌انگاری‌ها تعرض نسبت به این اصول گروه پارلمانی پنیرانی است، هر 5 تن نماینده پنیرانی است استیضاح می‌کند. هویدا در خارک بوده که خبر رو گوش میکنه و مطلع میشه که حتی سفرش رو نیمه کاره میگذاره و سراسیمه برمیگرده. فردای اون روز دعوت میکنه نمایندگان مجلس رو، نمایندگان اکثریت رو، یعنی حزب ایران نوین رو از طرفی در محل حزب ایران نوین و در اون جلسه تعرضات سختی میکنه به نمایندگان که اصولا شما چرا فلان کس رو پشت تریبون پایین نکشیدی؟ چرا پیش دستی صندلی ها رو سرش خورد نکردید؟ از این چرا گذاشتید به صحبتش ادامه بده؟ البته اینها میگن و بعدم شنیدم که بعضیاتون اشک تمساح ریختید. سخت مورد تعرض قرار میده نمایندگان حزب ایران رو میرا. به من پیغام دادند که اگر که موضع‌گیری نکنه این امکانات رو خواهی داشت. برای اینکه فردای همون صبح زمین روزنامه های وابسته به دولت غالبا نوشتن که فرکسیون پنیرانیست در دوره آینده تعدادش تبدیل خواهد شد به 30 نماینده
برای این بود که در واقع ما به حال مجذوب این برنامه بشیم و موزگیری جدی نکنیم. و گفتم به من این پیغام داده شد و ضمناً پیغام داده شد که در غیر این صورت شما انتحار رفت انتحار سیاسی میکنی هویدا، که همون وقت اون پاسخ رو دادم و در مجلس هم بیان کردم. گفتم که پاسخ من این است که این انتحار سیاسی نیست، شهادت سیاسی است. گذشت از این که آینده نشان خواهد داد که آیا من یا شما کدام یک انتحار سیاسی کرده ایم. دولت هویدا از این استیضاح جان سالم به در میبرد، اما بسیاری از رجال دربار پهلوی مشکلاتی را پیش بینی میکردند. از این رو نزد شاه رفتند و خواستار چاره‌اندیشی شدند. نتیجه اش چیزی نبود که جلوی طوفان پیش رو را بگیرد. حزب رستاخیز بروکراسی ایران را شدت بخشید و نه تنها به شاه و حکومتش کمکی نکرد، بلکه خودش به پاشنه آشیل برای رژیم پهلوی تبدیل شد. وقتی اعلیحضرت به من فرمودن که میخواییم تشکیلات سیاسی مملکت رو عوض بکنیم و یه سیستمی درست بکنیم که دار انتقاد از داخل خودش باشه، من بهشون عرض کردم قربون، من فکر نمی کنم که این مسئله مملکت ما باشه. مسئله مملکت ما این استش که مردم اونطوری که باید شاید به عملیات دولت، به اقدامات دولت، به تصمیمات دولت اعتماد ندارن و یه علت اصلیش مسئله فساده که البته علازاد نهرمان خوششون نایمد. بعد وقتی که خب اینا به شاه میگن توسعه سیاسی باید انجام بشه، شاه در ظاهر خیلی استقبال میکنه و خیلی با مهربونی رفتار میکنه، میگه بله بله درسته، ولی وقتی اینا میرن مدت کوتاهی بعد درست خلاف منویات این عمل میکنه و خیلی عجیبه. چندین بار شاه توصیه های خیلی سرنوشت‌سازی بهش شده و خلافش عمل کرده، موارد دیگه هم بوده به خصوص در سال های در ماه های منتهی به انقلاب و قبلش هم همینطور. و شاه میره به جای اینکه احزاب رو توسعه بده و آزادی ها رو گسترش بده، اون چند تا حزب نیم بند هم تعطیل میکنه و حزب واحد رستاخیز اعلام میکنه. شاهی که در خاطرات خودش در نوشته های قبلی خودش، حالا منسوب به خودش البته، میگه که تک حزبی و نظام که یک گروه فقط حکومت کنه یک نظام دیکتاتوری هست، خودش حزب واحد رستاخیز رو درست میکنه و بعدم با اون چهاری که به اصطلاح همه باید عضوش بشن و خیلی و در واقع اجباره در عضویت در حزب رستاخیز. مثل دکتر بشیریه در کتابش اشاره ای که داره میگه که او میگه که به سمت فاشیسم داشت میرفت دولت پهلوی در دهه 50. یعنی ویژگی هایی که میتونیم ببینیم، حزب واحد دیگه، از حتی دو حزبی هم، دو حزبی دولتی، دو حزبی ساختگی هم فراتر رفته و حزب واحد. و میگه هر کسی که نمیخواد عضو حزب باشه میتونه از کشور بره، پاسپورتشو بگیره از کشور بره. این هماهنگی که نقشی اساسی در قاطعیت امور حزبی و امور دولتی دارد، مستلزم آن است که اندیشه های حزبی به صورتی سریع‌تر در دستگاه های دولتی انعکاس یابد و دولت در قبال این نظرها و عقاید مردم که از طریق کانون ها عنوان می شود مسئولیت بیشتری احساس کند و متقابلا با الهام. دبیر کلی حزب رستاخیز به هویدا رسید، حزبی که قرار بود وضعیت آشفته کشور را سامان بدهد، خود تبدیل به یک مشکل بزرگ شد و محلی برای زد و بست های کارگزاران پهلوی. جالب اینجاست که بعد از تشکیل حزب رستاخیز، هویدا در قدرت هوو پیدا کرد. حزب رستاخیز رفته رفته باعث افول هویدا می شد، گرچه او سعی داشت رکورد نخست وزیریش را افزایش دهد. استدعای همکاری از طرف آقایون، بنده جلسه رو خاتمه میدم، جلسه بعدی ساعت 2:30 بعد از ظهر در اینجا، ولی چون دور هم جمعیم و علاقه دارید با هم صحبت کنید، یک نان پنیر بسیار مختصری براتون منظور شده در هتل هیلتون. در اونایی که با هم، بله نان پنیره، خیلی هم خوشمزه است، من نان پنیر خیلی دوست دارم در هر صورت، و بتوانیم واقعا دور هم بازم اونجا صحبت‌های بکنید. اگرم بازم ایده بین خودتون نظریاتتون میتونید تلفیق کنید، هرچی نظرات تلفیق شده بیاد آسان‌تره برای جذب کردن. خیلی متشکرم.
اگرچه هویدا در آغاز کار به عنوان اولین دبیر کل حزب رستاخیز معرفی شد به عنوان رهبر قبلی حزب اکثریت که حزب ایران نوین بود، ولی به نظر میرسه که تأسیس حزب رستاخیز هم در واقع میشه گفت که آغازی بود بر کند شدن چرخنده های دولت هویدا و آغازی بود برای جانشین شدن یک نسل جدیدتر و تا حدی غربگراتر و غرب‌محورتر و بیشتر ضمناً تازه نفس در این حال همچنان وفادار به هر آنچه که شاه میگه به رهبری جمشید آموزگار. دیپلمات جوان انگلیسی در ایران بود در اون موقع در زمان تأسیس به رستاخیز به نام پیتر وستماکوت. چند تا نکته مطرح میکنه در گزارش که نوشته بعد از گزارش محرمانه داره به تاریخ 8 می 1975 یعنی 18 اردیبهشت 1354 اشاره میکنه که در واقع از همون اول دعوای هویدا و آموزگار در حزب کاملا آشکاره و از قول ارتش بود اویسی، جنرال اویسی میگه که این حزب قراره یک تغییرات اساسی ایجاد کنه در چهرهای سیاسی، چون در 10 سال گذشته فقط یه عده خاص حکومت میکردن و شاه دوست داره یه چهره جدید روی کار بیاره. این گفتگویی که با فرهنگ مهر داره که بعداً رئیس دانشگاه شیراز میشه و معاون وزارت علوم میشه و سناتور هم بود، تمام کسانی که در شهرستان ها در حزب رستاخیز مسئولیت به عهده گرفتند کسانی هستند که جزو بدنامترین افراد شهرستان ها هستند. هیچ آدم حسابی حاضر نشده بیاد در حزب رستاخیز خودش کاندید کنه، چون انقدر این ساختار کثیفه و پیچیده است و افراد موجه علاقمند نیستن تو این بازی وارد بشن. کوشش ما در اینه که واقعا افرادی معین بشن و کاندیدا بشن، نامزد بشن که 100% مورد توجه افکار عمومی باشن. بنده خیال میکنم این همه معانی رو میرسونه. اشخاص بشن خوشنام، اشخاصی باشند که از هر جهت مورد اطمینان مردم باشن. یکی از رازهای ماندگاری دولت هویدا تسهیل کنندگی فساد درباریان بود. او در برابر خواسته خانواده شاه و نزدیکان دربار نه تنها سکوت می کرد که نقشی همراه کننده داشت. مسلماً خودش اهل گرفتن رشوه نبود، ولی رشوه راحت می داد از بیت المال و تمام اطرافیان اون عده از اطرافیان اعلی حضرت رو که فاسد بودن نه تنها می خورون بهشون، بلکه اغوای به فساد هم میکرد. این قسمت ها درباره مرحوم هویدا تا چند سالی قابل انتشار نیست. توجه بفرمایید، در مورد شاهدخت اشرف، شاهدخت فاطمه، شاهپور علیرضا، شاهپور غلامرضا، شاهپور محمود رضا سعی میکرد که برای اینها به هر قیمتی شده کمیسیون در قراردادها و امثال اینها فراهم بکنه و اینها رو واسطه انجام معاملاتی قرار بده که اینها بتوانند از اون محل وجوهی دریافت بکنن. روایت های منتشر نشده ای از نوع رابطه هویدا با اعضای کابینه وجود دارد که نشان می دهد یکی دیگر از رازهای ماندگاری او نگاهش به وزرای کابینه است. هویدا فوق العاده نسبت به کسانی که در دولت می درخشیدند حساسیت داشت و سعی می کرد اونها رو خراب بکنه پهلوی شاه و یا در افکار عمومی یا از طریق مطبوعات یا به هر ترتیبی که میتوانیم. کسانی بودند که به این ترتیب فدای ایشون شدن. عبدالرضا انصاری به طور قطع، جواد صدر به طور قطع، جمشید آموزگار زورش نرسید اونا رو از کار به کلی بیکار بکنه، ولی به هر حال به وضعی رو انداخت که درخشش و جاه طلبیش تمام بشه. و وقتی که جاه جمشید آموزگار آمد دیگه خیلی دیر بود، چون جمشید آموزگار مدیر خوبی بود ولی نه مرد دوران بحران. ناظران سیاسی عقیده دارند که تهران و بغداد تصمیم دارند مناسبات خود را در همه زمینها گسترش دهند و به اتفاق به تأمین و حفظ ثبات در منطقه خلیج فارس کمک کنند. یک هیئت عالی رتبه عراقی در سفر به تهران همراه آقای صدام حسین هستند. به من گفتن که صدام حسین یه آدمیه که باش نمیشه صحبت کرد، نخست وزیر و معاون رئیس جمهور عراق بود اون موقع و آدم خیلی بدقلقی هست و خیلی هم گرایش به کمونیستا و شوروی داره و چیزه و آدمیه که نمیشه باش دیل کرد، معامله کرد. که من وقتی رفتم اونجا اولا خیلی خوش اومد از صدام حسین، اولا به هیچ وجه کمونیست نبود و
خیلی هم از خونس و بعدش میومد و حتی سرکوبش هم کرد. دومی که یک شخصیتی داشت و یک روحیه‌ای داشت که من خیلی خوشم اومد و اون این که آقای صدام حسین با وزراش در حضور ما مثل کثافت رفتار میکرد و این خیلی خصلت خوب و جالبیه و من خیلی خوشم اومد از اون. نمیدونم بابت این چی باید گفت، ولی شاید نشون دهنده که آن چیزی که هویدا میخواست باشد و نمیتوانست باشد در وجود شاه و در واقع اون منویات قلبی خودش در واقع خواست مطرح کنه. هویدا به پایان کار رسیده است. سال 13 سال نحس نخست وزیری اوست. کارتر در آمریکا به قدرت رسیده و سیاست‌های آمریکا تغییر کرده و حالا ایران به عنوان جزیره ثبات هر روز آشفته تر از دیروز همه متحدان شاه را نگران کرده بود. تجربه تاریخی تنها یک فرمول برای تغییر وضعیت ایران تجویز کرده و آن تغییر دولت است. دولت دوران ثبات شاه جای خود را به دولت دوران گذار می دهد. جمشید آموزگار تنها نخست وزیر ایرانی تحصیل کرده آمریکا جایگزین هویدا می شود و او به وزارت دربار می رود. کنار گذاشتن هویدا از نخست وزیری یک اقدام ناگزیر بود برای شاه، ولی روی کار آمدن آموزگار یک اشتباه بزرگ بود. وقتی که هویدا کنار گذاشته شد، خب به هر حال با این وضعیت که کنار گذاشته شد سرشکسته شد. در واقع انتخاب هویدا، انتصاب هویدا به سمت وزیر دربار هم شاید کاری بود که شاه از سر ناچاری برای اینکه یک دلجویی کرده باشه انجام داد. کشور دچار بحران شده است. به سوی تمدن بزرگ و طرح‌های بدون پشتوانه، حیف و میل درآمدهای نفتی کشور را به سراشیبی سقوط رسانده است. مردم معترض از وضعیت اقتصادی دست به اعتراض می‌زنند. دیگر خبری از سخنان امیدبخش نیست. سرعتی مثلا 100 مایل 100 داشت میرفت جلو و هیچ کسی در اونجا نبود که پاش رو ترمز بذاره. یا یعنی هندوستان، یک کشوری که در حد 20 برابر ایران جمعیت داشت، یک چنین برنامه رو نداشت، در حالی که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگی سازمان برنامه در حقیقتا نزدیکی ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت های مختلف دولت که 70-80% منابع سازمان برنامه به اینها داده می شد هیچ مسئولیتی نشون نمی دادن و هیچ حساب کتاب صحیح نداشتند و هم موقعی بود که بالاخره انقلاب شروع شد و به هر حال مسئولیت این رو باید مقامات ایرانی به عهده بگیرن. حالا یه عده‌شون تحصیل کرده بودن، می تونستن بالاخره از یه چنین وضعی تندازی جلوگیری کنن. کسر بودجه‌ای مثل که داریم، این کسر بودجه چی رو نشون میده و آیا باید ترسید از اینکه کسر بودجه داشت یا خیر؟ ما کسر بودجه داریم برای یک سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. ما اگر کسر بودجه پیدا میکنیم، برای پر کردن این کسر بودجه وام میگیریم. با این وام چه از داخل وام بگیریم چه از خارج فرق نمیکنه. با این وام یه مقدار تأسیساتی به وجود میاریم که اگر اینو به وجود نمی آوردیم در آینده برامون گرونتر دوام میشد، دیرتر بهمون بهره و ثمر میداد. یهو افزایش قیمت‌ها به وجود اومده، مردم نمیتونن خودشون رو تعدیل بکنن و حتما در تاریخ شما هم دیدید که خیلی اعتصاب‌ها شکل میگیره و این اعتصاب‌ها ناشی از اینه که مردم ناراضی‌ان نسبت به مسائل اقتصادی. چرا؟ چون در سال 50 51 52 53 54 پول خرج کرده، به رفاه اقتصادی رسیده، حالا پولش نمیتونه اونقدر قدرت خرید داشته باشه، نارضایتی شکل میگیره. پیاز که الان پیدا نمیشه، فردا بودم پیاز 1 کیلو 5 تومان، یه دفعه 2 تومان رفته 5 تومان،
الان که کیلو 2 تومن گنده است، بعد از چه بریم دور؟ گنده که نداره اینا. نداره، خدا نگاه کنید دیگه. گنده است نه. از توی همین برداشتم دیگه. میدونم. این پیازا رو 2 تومن. خودت میگی به چند میخری؟ 15. از کجا میخری؟ شرکت آمونی. وقت شرکت آوونی هم این ارخو گذاشته. بله. توی شرکت آوونی شما میتونید پیازا رو سوا بکنید؟ نه. مشتری موقع خرید میتونه سوا بکنه؟ پیاز نه. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن، تحریم کردن بله. شما. بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای میوه نخریدم. فقط یک کیلو سیم برای عید نتونستم پیدا کنم. اومدم پرتقال بخرم، میگن موزم باید بخری، به چه علت؟ شاید نخوام موز مصرف کنم. در ازای هر 1 کیلو پرتقال باید 1 کیلو موز بخرم. این خانم شاکی هست اگه میگن که هر پرتقالی که بخوام بخرم پرتقال موز با ما دادن مطابق نه مطابق نه اقرام میپیچید. نه چرا بخوام پرتقال بخرم موزم مجبور هستن که بخرم 2 کیلو 1 کیلو واسه بشو بفروشم. علتش چی؟ علتش اینه به من دادن منم بدم. کی داده؟ هم شرکت. کدوم شرکت؟ چه میدونم کدوم شرکت میاد اینجا میاد بروشا میارم پولشو میگیرم. نقدی خانم میارن اینجا با ماشین میارن پولشو میگیرن میرن. خب شاید یکی موز نخوام مصرف کنه. خب اینی که به ما دادن خانم این دلیل نمیشه. دلیل نشه. من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخوره. ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما در ایام عید برای پذیرایی از مهمونا اصلا میبینید؟ ابدا هیچ هیچ هیچ. خب بی خود گرفتن. شما دوستاتون هم تشویق میکنید؟ همه ما همه مردم حتی خونهشون که رفتم اگر بوده نخوردم. بلکه گفتم من تحریم کردم نه برای اینکه فقط نخرم، نخورم. هویدایی که در دوران نخست وزیری تشکیلات وسیعی را ایجاد کرد، حالا به جایی میرود که برایش حقیر میآمد. در وزارت دربار مثل اسدالله علم نشد که با نزدیکیش در پرونده‌های مهم تأثیر گذار باشد و بیش از هر چیزی بنابر سنت زندگیش در دربار نیز تبدیل به یک کارمند شد. هویدا در دوران وزارت دربارش کار زیادی نکرد و تأثیرگذاری چندانی نداشت، به جز یک کار که در واقع باز کمک کرد به تسریع روند سقوط شاه و اون کمک سرنوشت ساز بود در نوشتن مقاله معروف استقمار سرخ و سیاه، که وقتی که در واقع شاه میخواد از او که همچین نامه‌ای در دربار نوشته بشه، عده‌ای از نویسندگانی که با دربار همکاری داشتن روزنامه‌نگارا این نامه رو تهیه میکنن. آقای فرهاد نیکوخواه، نه نیکخواه، فرهاد نیکوخواه و یه تیمی روش کار میکنه. اولی مقاله رقیقی نوشته میشه، شاه میگه این قوی نیست به اندازه کافی و قوی تر میشه، در واقع به عنوان در واقع مقابله با مصاحبه مهم و تاثیرگذار امام خمینی با روزنامه لومونده، در واقع این کار صورت میگیره در نجف. و خب این نامه در دربار تهیه میشه و در واقع هویدا علیرغم اینکه گفته میشد خیلی از لحن تند نامه راضی نبود، باز هم به روال سابق هیچ تاثیر منفی نتونست بذاره و نتونست تاثیرگذاری روی روند لجاجت شاه بذاره که و بگه که این نامه ممکنه خطرناک بشه. حتی همایون میگه وقتی من نامه رو به من دادن با در پاکت سربسته که دربار تهیه کرده بود و من طبق معمول که این نامه ها رو به عنوان وزیر فرهنگ و هنر میدادم به افراد وزیر ارتباطات میدادم به دیگران و روزنامه ها که چاپ بکنن، اینو اتفاقی دادم به آقای علی باستانی سردبیر روزنامه اطلاعات و اصلا نمیدونستم ادعای هویدا، البته ادعای همایون رو که میگه من نمیدونستم توش چیه. نامه رو دادم به باستانی، میگه باستانی به من فرداش تماس گرفت گفتش که ما این نامه رو شما این مقاله رو خوندید شما استعمار سرخ و سیاه که به نام مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ شده نوشته شده؟ گفتش نه نخوندم. گفت این نامه، این گزارش اگه چاپ بشه، این مقاله اگر چاپ بشه، روزنامه رو بر سر ما خراب میکنن و مملکت خیلی به خطر میفته. همایون میگه من خیلی بدونی که بدونم چقدر این حرف جدیه، گفتم که ما سالها دادیم شما خوردین برای همچین روزایی و شما باید این چاپش کنید، اعلیحضرت فرمودن باید چاپ شه، دربار هم فرستاده باید چاپ بشه، اگه شما چاپ نکنید ما روزنامه رو سر و سر شما خراب میکنیم و باید این چاپ بشه. و در واقع این در واقع منشأش در واقع کنسرسیوم بین شاه و دربار که هویدا باشه صورت گرفت. غیر از این تاثیرگذاری آنچنانی ما از هویدا نمیبینیم. برکناریش از وزارت دربار در میان اخبار پرشور انقلاب گم می شود. جالب اینجاست او در زمانه‌ای به دستور شاه و دولت ازهاری به زندان می افتد که تمام رسانه‌ها در اعتصاب به سر می برند و خبری از بازداشت او نیست. بسیاری از زندانی شدن هویدا مبهوت شدند.
آیا محمد رضا شاه پهلوی 15 سال از دوران خودش را زندانی کرده است؟ دستگیری هویدا دو تا وجه داره. یک وجه شخصیتی و معرفتی و خصوصی داره که در واقع کسی که 13 سال حداقل نخست وزیر بوده و در مناسب مختلف به شاه و نظام پادشاهی خدمت کرده اینجوری به این سرنوشت گرفتار میشه و در واقع کارش هم فقط اجرای دستورات شاه بوده. مسئله دوم نشون میده که شاه در واقع خودشو داره زندانی میکنه، چون هویدا چیز جدا از شاه نبود و اینکه در واقع شاه بیاد بگه که نخست وزیر 13 ساله من مقصره یا متهمه باید بره در زندان، دو تا حالت بیشتر نداره. یا من شریک جرم هستم یا 13 سال در غفلت بودم و هیچی از مملکت داری نمیدونستم، که هر دوتا به معنای ناکارآمدی و رأی عدم صلاحیت نظام پادشاهی و شخص محمد رضا شاه بود. چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، هویدا نخست وزیر این مملکت بود. انگشت اتهامات به سوی هویدا متوجه بود، یعنی انگشت اشاره به سوی امیر عباس هویدا بود، نه در دل مذهبی ها و کسانی که الان شعار مرگ بر شاه میدادن، بلکه در درون اپوزیسیونی که تو خود دربار حتی صورت گرفته بود، در بین دولت مردان پهلوی صورت گرفته بود، انگشت اشاره متوجه امیر عباس هویدا بود که این فساد رو نهادینه کرده. برای این دستگیری هویدا فراتر از دستگیری یک رجل سابق یا یک سیاستمدار خاطی عمل کرد برای شاه، یک نسلی از کارگزاران ایران و به اصطلاح کسانی که به اصطلاح همه هویتشون از شاه داشتن و همه زندگیشون برای نظام پادشاهی می‌خواستن فدا کنن، فهمیدن که اتکایی وجود نداره و باید فقط سرنوشت خودشون از این قرقاب روش حساب بکنن و خودشون رو نجات بدن. فقط هیچ کس نگفت مرگ بر هویدا، هیچ کس نگفت مرگ بر ناصر مقدم یا نصیری، مگه گفتن مردم؟ گفتن مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. خب برای نجات عامل اصلی باید بقیه قربانی بشن. برای امریکایی‌ها هویدا ارزشی نداره. سربازی بود از دورانی سپری شده و یک ابزار سیاسی بود که کارایشو از دست داده بود و شاه هم که یک در یک غرقاب در حال غرق شدن قرار داشت، طبیعتاً به هر وسیله‌ای دست می‌زد برای اینکه خودش نجات بده. خب افکار عمومی هویدا رو تا حدی مقصر میدونستند، یعنی تصور شاه بود که او رو مقصر وضعیت پیش اومده میدونستند و شاه هم که چندین بار علنی و غیر علنی عذرخواهی کرده بود، میخواست نشون بده که میخواد جبران کنم. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. رهبر انقلاب به ایران آمد و حالا این امام خمینی بود که دولت تعیین می‌کرد. من دولت تعیین می‌کنم، من تو دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. 15 بهمن 57 مدرسه رفاه شاهد حضور خبرنگاران و بسیاری از چهره‌های شاخص انقلاب بود. به پیشنهاد شورای انقلاب حکم نخست وزیری بازرگان توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شد. رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسانه است
انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند. درگیری ها روز به روز بیشتر می شد. خبرها حاکی از آن بود که احتمال وقوع کودتا و کشتار جدی است. امام تصمیمش قاطع بود و می گفت این حکم است. انقدر امام محکم و با اراده بود که همه آرام شدند. امام با وجود آنکه احتمال بمباران مدرسه هم بود از جایش تکان نخورد. استقامت امام و اعتماد مردم به او جواب داد. انقلاب پیروز شد. توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فروید. هویدا تا پیروزی انقلاب در زندان میماند. بسیاری معتقدند از نظر روحی ضربه بدی خورده. شاه برای حفظ خودش او را به زندان انداخته بود. گروهی دیگر اما میگویند هویدا مسخ شده و راهی پیش روی خود نمیدید. از این رو در سویتش در اقامتگاه ساواک ماند و بنابر نقل قولهایی به خانه آیت الله طالقانی تلفن میزند و میگوید که من در باغ شیان هستم. بیایید من را ببرید. گروهی از پاسداران انقلاب هویدا را به مدرسه رفاه، مقر انقلاب و اقامتگاه امام خمینی برد. مردم در شرایطی هستن که پشت سرشون تمام صحنه های خونه. اینها خلخالی رو تحریک کردند، گفتن زود بکش مگر نه فلانی نمیذاره بکشیش. تصمیماتی هست وزرا گرفتن، وزرا امضا کردن. چرا همه رو از چشم من میبینید؟ نظر من کشتن هویدا واقعا خیلی ضروری بود، هر تا زودتر. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد. جنازه آقای هویدا به خارج کشور، من چنین خبری ندارم، اولین بار میشنوم. عادتا همینجا دفن شده. با آقای خلخالی بیرون رفت، هیچ کس دیگه ندید، هیچ کس.